سلام عرض ادب دارم خدمت تمام شما دانش آموزان عزیز. بازم شما را خوش آمده درز می کنم به درس هفدهم مارکاپ لنگویج زبان HTML. آرزو دارم که از درس امروزی و یا هم درس امروزی بر شما مفید تمام شود. شما می توانید که درس های قبلی را از کانال فراهدف که تمام آموزش های خود خدمت شما به صورت مجانی قرار می ده از اون قسمت به دست بیارین و همچنان استفاده کنه. خب پس درس امروزی و یا درس هفدهم ما در رابطه با تک هید است که البته شما قبلا معلومات دارین در رابطه با تک هید یا المنت هید. شما معلومات دارین که هید کدام کار میکنه و در داخل منطقه های HTML ما کدام جایگاه را خود به خود داره و چی وظایف را داره، چی فیچرز و ادوانتج ها را داره. تمام این را ما در این قسمت در درس امروزی میخوانیم. خب اولا میریم در اگر شما یو آر ال وبسایت ندارین در قسمت java.tipoint.com در داخل وبسایت شده شما میتونین که تیوری های بیشتر درس های HTML از قسمت بخونین. HTML head ببینین در قسمت ما میرم میخونم براتون. The HTML element head که در داخل قوسک گرفته شده. The HTML head element is used as a container for metadata. ببینین تگ هید من حیث یک کانتینر، شما کانتینر را میفهمید، من حیث یک بوکس اگر براتون بگویم خب تر میشه به خاطر متا دیتا. متا دیتا یعنی چی؟ دیتا اباوت دیتا. اگر ما درباره یک معلومات یک معلومات دیگر اضافه میکنیم اما را به نام متا دیتا یاد میکنن. It is used between HTML tag and body tag. ما این را معمولا در میان تگ HTML و در میان تگ body چی میکنیم؟ این را استفاده میکنیم. ببینید اگر برای شما من ادیتور خود باز میکنم، قبلا از درس قبلی من یک فولدر داشتم به نام HTML در روی صفحه دسکتاپ است، البته در این قسمت من را ساخته بودم. تمام موضوعاتی که در داخل ازی است بجز از فولدری image، خب من در اینجا خوبتر براتون اینجا بگویم پیکچر در این قسمت داریم و image هم من تصویر از اینجا چی میکنم کات میکنم و در داخل فولدر پیکچرز میبرم و این مواد اضافی شم مثل style.css یا تمام شما از قسمت چی میکنم پاک میکنم. خب ببینید در قسمت فعلا در داخل HTML ما فقط یک دایرکتوری دیگه است به نام پیکچر که در داخلش دو تصویر داریم. ما در داخل root دایرکتوری یا در داخل root فولدر خود چی میسازم؟ یک فایل میسازم و این فایل ما ثبت میکنم به نام index.html. زمانی که کار کردم تمام مین تگ هایی که مربوط به HTML میشه تمام از رو مدرک من چی میکنم نوشته میکنم. خب البته این میتا رو از قسمت پاک میکنم که بعد از اون باز براتون معرفی میکنم. ما گفتیم که تگ هید در میان تگ HTML و تگ بادی چی میشه نوشته میشه، یعنی شما تگ هید همیشه در این قسمت چی میکنید نوشته میکنید و میریم باقی تیوری رو میخونیم در قسمت. The head of an HTML document is a part whose content is not displayed in the browser. ببینید خود تگ هید که هست یکی از پارت ها یکی از بخش های داکومنت زبان HTML یا فایل HTML ماست که تمام کانتنتی که ما در داخل از اون نوشته میکنیم یا تمام معلوماتی که ما در داخل از اون نوشته میکنیم در روی صفحه براوزر ما نمایش داده نمیشه. On page loading یعنی زمانی که البته صفحه ما لود میشه یا باز میشه، یعنی در روی صفحه موضوعاتی که در داخل تگ هید است یا در داخل element هید است او برای ما نمایش داده نمیشه. It just contains metadata. او فقط metadata داره. metadata چرا میگه؟ درباره یک معلوماتی که ما معلومات اضافه میکنیم. فرض مثال نامش احمد است، ما او را یک معلومات دیگه اضافه میکنیم که احمد یعنی چی و چی معنی داره. اینا میره به نام metadata یاد میکنه. About the HTML document در رابطه با document HTML خود اگر ما هر نوع دیتای دیگر اضافه میکنیم اونمو دیتا رو به نام metadata یاد میکنه. Which specify data about the HTML document که در قسمتم برای شما خوبتر گفته. An HTML head can contain lots of metadata information or can have very less or no information. ببینید خودی امی element head میتونه که metadata داشته باشه، میتونه بسیار metadata داشته باشه و یا میتونه که هیچ نداشته باشه یا کم داشته باشه. درست است؟ یعنی ضرور نیست که ما در داخل تگ هید همیشه metadata اضافه کنیم. او که به خاطر چی اضافه میکنیم او را بعداً میخونیم، ولی ضرور نیست که همیشه باید اضافه شوه. میتونه که شما زیاد metadata داشته باشین، میتونه کم metadata داشته باشین یا میتونه که هیچ نداشته باشین. It depends on your requirement. درست است؟ این تعلق میگیره به مو requirement که شما چقدر ضرورت دارین، چقدر require دارین. نظر به اون metadata شما چی میکنین اضافه میکنین در داخل تگ هیدتان. But head part
has a crucial role in HTML document while creating a website. یعنی هدفش ازی است که امتگ هید بسیار یک وظیفه کروشیل یا مثلا فکر کنم یک نقش بسیار اساسی را داره در داخل فایل HTML. ما زمانی که ما یک فایل HTML می سازیم یک وظیفه اساسی را چی داره؟ تگ هید داره. Metadata defines the document title. یعنی تایتلی که ما در داخل تگ هید میتیم ایرم جزی از تعریف های متادیتا هست. Character set, styles, links, scripts and author metadata information. یعنی مثل از اینکه ما یک استایل میگیریم، مثل از اینکه یک چیز را لینک ارتباط میتیم، مثل از اینکه اسکریپت ارتباط میتیم، تمام از اینها تعلق میگیره به چی؟ به متا به متا انفورمیشن یا متا دیتا. Following is a list of tags used in metadata. یعنی در قسمت پایین چند تگی را در قسمت شما قرار داده که در قسمت متا دیتا یا در داخل تگ هید برای شما چی داره استفاده داره یا ما از این تگ ها استفاده میکنیم. که اولی از این چی است؟ تایتل است. خوب دقت کنین در قسمت اولین تگی که مربوطه چی میشه؟ متا دیتا میشه که البته من در قسمت نوشته کنم که فرض مثال متا دیتا تگز که ما از این استفاده میکنیم که اولی از اون تایتل است. یعنی ما هر نوع تایتلی که در داخل از این نوشته کنیم در روی صفحه وبسایت ما یا در قسمت بالا در قسمت تایتلش نمایش داده میشه. ما اولا باز میکنم ببینید در قسمت میتا نمایش داده شد. یعنی شما در داخل فقط یک تایتل داده میتونید در هر صفحه تان هر چیزی که من در قسمت نوشته کنم که HTML tutorials یعنی ایره ثبت میکنم و رفته صفحه ما رو ریفرش میکنم ببینید در قسمت تایتل ما چی داده میشه؟ نمایش داده میشه. البته ای بود مربوط چی؟ مربوط تایتل. مربوط تایتل. و بعدا میایم در قسمت پایین و در صفحه ما خوندیم استایل داریم. مثلا شما میخواین که یک متنتون دیزاین بتین، باز اونمو تگی استایلی که مربوط به متا دیتا میشه اون ما در داخل هیدم استفاده کرده میتونیم در داخل بادیم. مثلا در قسمت ببینین من یک هیدر اول میگیرم و در داخل از این نوشته میکنم فرض مثال آی لوف افغانستان. کنترل اس رفته یک بار وبسایت خود در قسمت چی میکنیم ریفرش میکنیم ببینین در قسمت اومد. اینا اگر ما بخوایم که امیر دیزاین کنم از داخل تگ هید بعدا ما از چی استفاده میکنم؟ از استایل استفاده میکنم، از المنت استایل استفاده میکنم. چه قسم در قسمت نوشته میکنم استایل، استایل دوباره چی میکنم؟ بند میکنم. و در داخلی از هر المنت را که شما میخواین دیزاین بتین او را نوشته میکنیم. مثلا هیدر اول، هیدر اول ما میخواین دیزاین بتم، اولا میخواین که کالر از باشه چی؟ رید. سمی کالن بسته میکنیم، رفته یک بار وبسایت خود چی میکنیم ریفرش میکنیم ببینید رنگ از چی شد؟ سرخ شد. اینا لعقبی از را میگم، یعنی بک‌گراند کالرشه. بگران کالر از این رنگش چی باشه؟ یلو. اینا رو ببینین بگران کالرش چی شد؟ یلو شد. و دیگه ما برش میتونم ویت بتم، یعنی ویتش چقدر باشه؟ فرض مثال نوشته میکنیم 300 پیکسل، یعنی ویتش 300 پیکسل باشه. و تکست الاینش هم در کجا باشه؟ در مرکز باشه یا سنتر به این قسمت. مثلا ما برش یک بوردر هم میتونم بوردرش هم میگم 1 پیکسل باشه، سولید باشه و رنگ بوردر هم بلک باشه. یعنی به این شکل شما میتونین که ما ویتش یکم زیادتر میکنم مثلا 5 میگیرم. به این شکل شما میتونین که بوردر هم در قسمت چی کنین؟ اضافه کنین. البته با استفاده از چی؟ با استفاده از تگ استایل. و تگ بعدی ما که هست میتا هست. البته ببینین تگ میتا به خاطر اضافه کردن بعضی موضوعات استفاده میشه که من در قسمت بر شما تشریح میکنم که باز دوباره ضرورت نشه که ما برای شما چی کنم تشریح کنم. تگ میتا اصلا چی است؟ The HTML meta element is used to specify the character set. یعنی به خاطر استفاده میشه که کاراکتر ست ما رو چی کنه؟ تعیین کنه. مثل که پیج دیسکریپشن، ما میتونیم درباره وب پیج خود یک دیسکریپشن بدیم. میتونیم کیوردز مخففات استفاده کنیم. میتونیم که آتورز صفحه ما رو نوشته کنیم که یعنی نویسنده یعنی صفحه ما کی هست. ان اور متا دیتا اون وب پیج رو میتونیم که متا دیتا های مختلف در صفحه HTML خود چی کنیم؟ اضافه کنیم یا در صفحه وب خود. Metadata is mainly used by browsers. امی metadata توسط چی استفاده میشه؟ اساسا یا در اصل metadata میگه توسط چی استفاده میشه؟ براوزر یا مرورگر وب. سرچ انجنز. مثلا شما گوگل دارین، یاهو دارین یا بعضی وب سرچ انجن های دیگه دارین که توسط از اون میتونه که معلومات های metadata شما چی شوه استفاده شوه. به خاطر چی اصلا چی ضرور است؟ ان اور وب سرویسز و دیگر خدمات اینترنتی دیگه میتونه از این metadata ها چی کنه استفاده کنه. تو رنگ your web page better که یعنی
فرض مثال همین رنکینگ و پیج شما را خوبتر چی کنه تعیین کرده بتونه و خوبتر استفاده کرده بتونه به خاطر اینکه وب پیج شما چه کرده بوده رشد کرده بوده. Let's see how use metadata. مگه بیان ببینیم که چه قسمی از متادیتا استفاده میکنیم. To define a character set. اصلا character set به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر که زبانهای مختلف و بتونه کنترل کنه صفحه شما. مثلا the chart set یا the card set یا character set attribute specify the character encoding. یعنی character encoding تعریف میکنه. In this example در این مثال میگه we have set it to UTF-8. UTF-8 یعنی چی؟ Which means it can handle to display any language. که میتونه کنترل کنه، هندل کنه و نمایش بده هر قسم زبانی که باشه در وبسایت شما. زمانی که شما وبسایت خودت توسط گوگل ترنسلیتور اگر چنج میکنید به یک زبان دیگه، فقط همین UTF-8 باید کنترل کنه که به چه قسم باید اوره برای شما چیکونه نمایش بده. اگزمپل برای شما یک مثال گرفته که در قسمت از چی استفاده کرده، از میتا دیتا چارت سید UTF-8. شما میتونین که همیره در قسمت چی کنین، مگر من از میتا استفاده کنم، میایم در داخل تگ هید در قسمت نوشته میکنیم میتا و میتا را دوباره چی میکنیم، اگر کلو چون که کلوز نمیشه فقط در داخل خودی از این نوشته میکنم که کارت سید مساوی دبل کود نوشته میکنم که UTF-8. اینال بعضی چیزای دیگه هم هست که شما از متادیتا استفاده کرده و اورا میتونین، مثل از اینکه در قسمت نوشته کرده که فرانسال مای فرند نیم از اینی، در قسمت امورا به دیگه زبان برای شما چه داده نمایش داده. یعنی اگر شما چینج میکنین به یک زبان دیگه باز خوبتر کنترل میکنه که چه قسم امو کاراکترها را ست کنه به یک زبان دیگه. اونم کاراکتر ست تو دیفاین ا دیسکریپشن اون یور وب پیج. فرض مثال اگر شما میخواین که یک دیسکریپشن بتون در رابطه با وب پیجتون، البته ای استفاده میشه توسط سرچ انجن متا. در قسمت ما چون که چی میتوم دیسکریپشن میتوم، باید ای اول نیم داشته باشه. در داخل نیم از این نوشته میکنیم چی دیسکریپشن، چون که ما دیسکریپشن میدیم زمانی که نامی از رو دادین، بعد از او برش چی میتین کانتنتش نوشته میکنین، یعنی دیسکریپشن شما در رابطه با چی است. مثلا در داخل از این نوشته میکنیم که this website is for training poor student. فرض مثال به این شکل من یک معلومات در داخل یزی چی کردم اضافه کردم. یا مثلا همین قسم شما میتا میگیرین، نمیشه من در قسمت چی میتوم آتور میتوم، مثلا نویسنده آتور، یعنی نویسنده صفحه تو کی است. بعد برای قسمت کانتنت میتوم، کانتنتش نوشته میکنم نویسنده صفحه ای من فرض مثال کی است، رحمان الله فرزام است، به این شکل نوشته میکنم. و دیگه برش میتا میگیرم، در قسمت شما ببینین که تو سرچ انجن بسیار استفاده دارم، مثلا زمان کیوردز نوشته میکنم در قسمت، یعنی نمیشه البته زمانی که اگر شما میخواین که کیوردز مخففات بتین، شما از کیورد استفاده میکنین و در داخل کانتنت. مثلا هر کسی که در سرچ انجن نوشته کرد و مثلا رحمان نوشته کرد، امی وبسایت مرا بیار، درست است؟ اگر رحمان نوشته کرد یا اگر HTML نوشته کرد، HTML نوشته کرد، اگر CSS نوشته کرد، اگر PHP نوشته کرد یا بعضی از مخففات دیگر اگر نوشته کرد، باز وبسایت مرا هم سرچ انجن به دسترس او چه میده قرار میده که شما کیورد صفا میدین، دیسکریپشن صفا میدین، آتور هم صفا میدین. مثلا در قسمت میتا HTTP equiv یعنی چی؟ اگر شما میخواین که همیشه وبسایتتون در حالت رفرش باشه، باز از HTTP equiv استفاده میکنین. این چه قسم استفاده داره؟ مثلا ما در قسمت نوشته میکنیم که میتا و در قسمت نوشته میکنیم که HTTP equiv. ببینین equiv مثلا دبل کدشن در داخل از این نوشته میکنم که رفرش کنه، یعنی چی رفرش کنه؟ وبسایت ما را همیشه چی کنه؟ رفرش کنه. و در داخل کانتنتش شما ثانیه را ذکر میکنین و در قسمت نوشته میکنم که کانتنت مساوی فرض مثال 3 ثانیه، درست است؟ و کنترل اس میگم، یک بار میرم در روی صفحه وبسایت میره رفرش میکنم. ببینین هر 3 ثانیه وبسایت شما باید چی شوه؟ رفرش شوه، در غیر صورت باز چیز نمیکنه، کار نمیکنه. ما دوباره براتون در قسمت یک بار میرم در روی صفحه، ببینین میتا HTTP hyphen در قسمت ببینین HTTP hyphen و در جنرشو میکنیم equiv. ما در قسمت ای دادیم، البته ای را پاک میکنم چون که سپیلش پیش ما اشتباه شده و اینکه یک بار رفرش میکنم. همین قسم هر چند ثانیه صفحه ما اتومات چی میشه؟ رفرش میشه. مثلا من اینجا 5 ثانیه میگیرم، چطور بفهمم که صفحه ما رفرش میشه یا نه؟ من در قسمت اومده یک هیدر 2 میسازم، یک هیدر 2 میسازم و در داخل از این نوشته میکنم که my name is رحمان و این ثبت میکنم و صفحه خود رفرش نمیکنم. ببینید اتومات خودش رفرش میشه، درست است؟ یعنی اتومات خودش رفرش میشه. اگر من اینجا اومده یک هیدر 2 بگیرم و در داخلش نوشته کنم که this is a paragraph
یک پاراگراف ثبت میکنم ولی ریفرش نمیکنم، خودش ریفرش میشه. ببینین به این شکل اتومات خودش چی میشه؟ ریفرش میشه. و از HTTP کوئف به مخاطر شما چی میکنین؟ استفاده میکنین و اینجا تعداد ثانیه اش ذکر میکنین که 10 ثانیه باشه، 20 ثانیه باشه، 120 ثانیه باشه یا 30 ثانیه باشه. به خاطر سکیوریتی بعضی وبسایت ها از این استفاده میکنن. و در قسمت هم برای ما گفته که میتا HTTP کوئف ریفرش کو، کانتنتش 10 ثانیه و بعد از 10 ثانیه مرا ورنسال دینی یو آر ال ببره. هدفش چی هست؟ ببینین زمانی که از شما استفاده میکنین، مثلا من در قسمت نوشته میکنم که میتا، نوشته میکنم که HTTP equiv مساوی دبل کود، میگم چه کو رفرش کو، ولی زمانی که رفرش کردی کانتنتش برش میگم، یعنی چند ثانیه طول بکشه. فرض مثال برش میگم که 6 ثانیه طول بکشه. خب فرض مثال اینکه 6 ثانیه طول کشید، این خود درست است. بعد از تو را کجا ببره؟ من برش چی میکنم؟ یک یو آر ال میتم. درست است، یک یو آر ال میتم که داخل این یو آر ال مرا ببره. https و در قسمت سلاش دو نقطه سلاش میگذاریم www.google.com. به این شکل مرا داخل چی ببره؟ گوگل. اینو لمیر چی میکنم؟ ثبت میکنم و یک بار میرم صفحه را ریفرش نمیکنم ببینیم داخل گوگل میریم یا نه. ببینین اتومات مرا کجا برد؟ داخل گوگل برد. اما قسم فرض مثال ببینین در قسمت در اینجا اگر شما هر یورل دیگری که میتونید داده میتونین مثل گوگل یا هر چیزی دیگه، اینا هر باری که من صفحه ما چه میکنم؟ باز میکنم اوپن این براوزر، بعد از همون 6 ثانیه ما رو داخل چی میبره؟ گوگل میبره. البته این اتومات خودش چی میشه؟ HTTP کوئف، یعنی ریفرش میشه. آرزو دارم که در قسمت هم شما فهمیده باشین. و بعدش در قسمت بعضی اگزمپل ها مثال ها را کار کرده براتون، که البته این مثال ها را ما براتون کار کردیم تمام میشه. و در اینجا پی استایل یک پاراگراف گرفته، استایلش کالرش گرین داده، یعنی رنگ خط گرین کرده و در داخل پاراگراف نوشته کرده که kindly wait for 5 seconds and after 5 seconds it will automatically redirect to body. این معمولا در بعضی وبسایت ها که شما یک چیزی را چی میکنین، یک چیزی را میخواین دانلود کنین، بعد از فشار دادن کلید دانلود شما را میگه یک 5 ثانیه وار صبر کنین، بعد از 5 ثانیه اتومات ریدایرکت میکنه شما را در صفحه چی؟ در صفحه دانلود. که البته این بعضی مثال هاست که در قسمت برای شما چی کرده؟ کار کرده. تمامش میتا دیتا دیسکریپشن کار کرده، کیوردز کار کرده، آتور کار کرده، اما قسم میتا تگای دیگر کار کرده. و در قسمت ببینین یک میتای دیگه داریم به نام ویوپورت. اگر شما وبسایت های خودتان اگر تو سید د ویوپورت، البته اگر میخواین که وبسایتتون به هر دیوایس باز شوه، مثل که شما زمانی که وبسایت یا وب پیج میسازین میخواین که فرض مثال در آیپد باز شوه، در موبایل میدیم باز شوه، در موبایل خرد باز شوه، در گلکسی باز شوه، آیفون باز شوه یا هر موبایل دیگه، نظر به اسکیلی که داره یا نظر به های تو ویت که داره، نظر به عمو در تمام دیوایس ها چی شوه؟ باز شوه. یعنی فرض مثال شما نیمی از ایره چی میگیرین؟ ویوپورت میگیرین. البته زمانی که شما میتا نشته میکنین اما نیمی از ایره چی میگیرین؟ ویوپورت میگیرین. و بعد از او ببینین دقت کنین در داخل کانتنتی ازی، البته در داخل کانتنتی ازی، اینمی ویتا ویت یا عرض وبسایتتون ایکوال قرار میتین به دیوایس ویت. به دیوایس ویت چرا قرار میتین؟ به خاطر که هر دیوایسی که میره باز میکنه باید ویت یمو را برای خود چیکنه؟ اختیار کنه. درست است. و کام اینیشیال اسکیلش هم در قسم ذکر یک اگر شوره صفر. اینیشیال اسکیلش چی باشه؟ یک اشاریه صفر باشه. بعضی را بند میکنین و این بسیار برای شما کمک میکنه به خاطر از اینکه شما وبسایت هایتون در هر دیوایسی که باز میکنین بسیار به راحتی باز کرده بتانین. البته این بود موضوعات میتا، البته تگ میتا که ما برای شما چی کردم؟ یک تا تشریح کردم. و بعد از لینک، توسط لینک شما خوبتر میفهمین که چی کرده میتونین، ارتباط داده میتونین یک استایل شیت، یک استایل شیتی که البته بیرونی باشه. فرض مثال من در داخل این فولدرم یک فایل میسازم، ثبتش میکنم به نام style.css. درست است، من یک فایل ساختم به نام style.css. اینمی استایل شیت ما چه قسم میتونم که فرض مثال ایره لینک کنم امروی صفحه HTML خود. البته پیش از اینکه لینک کنین دو موضوع رو باید یاد داشته باشین که این همیشه دو اتریبیوت می داشته باشه. اتریبیوت اولی از ال که این نمایندگی از چی میکنه؟ یعنی نشان دهنده از این است که امی
فایل شما استایل شیت است و دیگه در قسمت دوم از ایچ ریف یا سورسش استفاده میکنه که در داخل از این شما سورس فایلتان چی میکنین ذکر میکنین یا به عبارت دیگر پت فایلتان در داخل از این چی میکنین ذکر میکنین. و ببینید در قسمت ما اومده میگم لینک رو گفتم دو اتریبیوت داره، یک رل داره، شما میتونین که از سیومیش هم استفاده کنین البته، ولی اتریبیوت مهمش هم دو تا هست. تایپش ذکر کرده میتونین، تایپ یعنی مثلا نشان دهنده ای است که تایپ شما تکست است، سی اس اس است، یا فرض مثال جی اس جاوا اسکریپت است، یا هر فایل دیگه که فرض مثال شما دارین در قسمت شما ذکر کرده میتونین. ار ای ال داره و دیگه تایپ داره البته یا اتریبیوتایش است، و بعد از اچ ریف اچ ریفرنس داره که شما میتونین که چی کنین استفاده کنین و بعد از اون میتونین کلوز کنین. مثلا در قسمت ار ای الش ما درجه مشخص کرده میتونم که فایل ما چی از استایل شیت است و تایپش هم هست تکست سی اس اس است و اچ ریف هم سورسش در کجاست، چون که در داخل فولدر روت ما قرار داره که البته درس رو شما قبلا خوانده بودین. من تنها نامی از اون در قسمت چی میکنم استایل دات سی اس اس ذکر میکنم، کنترل اس. اینا رو ببینین فایل امرای فایلی که ما ارتباط داده بودیم اینا رو ارتباط گرفته. اینا رو اگر من هر چیزی رو در قسمت استایل میتونم، مثلا بادی رو میخوایم دیزاین بتم رنگ عقبشه، مثلا بک‌گراند کالرشه، خب در قسمت دقت کنین بک‌گراند کالر از این رو میخوایم که چه بتم رنگ بتم لایت گرین، ثبتش میکنم و رفته رفرش میکنم ببینین با لایت گرین عقبش چی شد، تغییر خورد. البته ایره ما میتونیم به این شکل چی کنیم از لینک استفاده کنیم. و بعد از در قسمت ببینین اسکریپت است، البته شما میتونید که از اسکریپت استفاده کنید. اسکریپت یعنی چی؟ مثلا من در داخل بادی میتونم که چی کنم یک اسکریپت بگیرم. اسکریپت به خاطر چی؟ به خاطر جاوا اسکریپت، درست است؟ میتونم در قسمت فرض مثال ببینین اصلا چه قسم استفاده کرده، میتونم در قسمت در داخل از این اومده میگیرم alert alert کو hello world، فرض مثال برای من یک پاپ اپ مسیج نشان بده به حساب hello world. هر باری که من رفرش میکنم صفحه خودم ببینین، هر باری که رفرش میکنم برای من نشان بده hello world hello world، این پاپ اپ مسیج است. این من خود در داخل بادی گرفتم، ولی اگر من یک فایل بیرونی بسازم جاوا اسکریپت، مثلا ببینین در داخل فولدر روتم یک فایل میسازم و این فایل رو نشسته میکنم به نام main.js، js extension جاوا اسکریپت است به نام جی اس. اینا ل من اینمی جی اس چی تو میتونم که فرنسال لینک کنم، میره پاک بکنم فعلا همین چیز در داخل مین دات جی اس نشسته میکنم، نشسته میکنم که alert hello رحمان الله، درست است؟ من میره در داخل از این نشسته کردم. اینا ل چه قسم میتونم که امیر لینک کنم امروی فایل اچ تی ام ال خود. پس بسیار ساده از چی استفاده میکنم؟ از اسکریپت استفاده میکنم. ببینین بچه شکل در اینجا میایم و نوشته میکنم اسکریپت، البته قبل از زوم اینجا یک کامنت میگیرم و در داخل از این نوشته میکنم که اسکریپت تگ، و در اینجا نوشته میکنم که اسکریپت و اسکریپت بسته میکنم. در داخل اینمی اسکریپت، درست است؟ شما میتونید که اچ ریف شبیه گیریم راستن در داخل اینمی نوشته میکنید که اچ ریف نامی چی ما چی هست؟ مین دات جی اس. کنترل لیست رفته یک بار رفرش میکنیم صفحه خوده، خب فعلا هم ارتباط برقرار نکرده، فکر میکنم که اشتباه داره. خب البته در قسمت ما بجای ازی که ما چه بگیرم سورس بگیرم، در قسمت اچ ریف استفاده کردیم. شما میتونید که از اتریبیوت تایپ هم استفاده کنید. در قسمت گفتم میتونید که تکست و یا چی هست جاوا اسکریپت است، شما میتونید که در قسمت استفاده کنین. و اینجا ما اچ ریف گرفتیم که بسیار یک مشکل است، در اینجا از سورس استفاده میکنم و کنترل اس ثبتش میکنم، رفته وبسایت خود یک بار چی میکنیم رفرش میکنیم، ببینین حلو رحمان الله در قسمت برام چی میته، هر باری که رفرش میکنم برام حلو رحمان الله در قسمت نمایش میده، به خاطر که ما فایل اسکریپت یا جاوا اسکریپت خود چی کردم لینک کردم امروی صفحه اچ تی ام ال. و بعدن در قسمت دقت کنین که بیس است، ببینین بیس چه کار میکنه، خوب دقت کنین. فرض مثال من در اینجا فولدر دارم به نام پیکچرز، درست است؟ هر باری که ما در قسمت میخوایم که فرض مثال یک تصویر از داخل ازی چی کنم انزرت کنم، فرض مثال یک تصویر میخوایم در داخل چی کنم انزرت کنم، مثلا فرض مثال شما این قسم قبول کنین که در داخل فولدر HTML ما یک فولدر دیگه هم در قسمت میگیرم به نام ایمیجز،
ایمیجز این رو میبینم در داخل فولدر پیکچر و تمام تصویر در داخل فولدر ایمیجز میندازم. اینا رو شما خوبتر دیده میتونید که در داخل فولدر HTML یک فولدر است به نام پیکچرز، یک فولدر است به نام ایمیج و در داخل فولدر ایمیج دو دونه تصویر دارم. اگر من اینو اینزرت کنم در داخل صفحه وبسایتم چه قسم اینزرت میکنم؟ استفاده میکنم از MG src مساوی دبل کوت با معذرت. در داخل یزی باید تمام اونم پت تصویر ما در قسمت چی کنم ذکر کنم، مثل یزی که پیکچرز ایمیج لوگو دات جی پی جی و ایره دوباره چی کنم بسته کنم کنترل اس رفته وبسایت خود یک بار چی بکنم رفرش بکنم. خب این تصویر در قسمت چی شد؟ آمد. ما جاوا اسکریپت خود در قسمت به کامنت تبدیل میکنم به خاطر اینکه فعلا ضرورت نیست. تصویر ما در قسمت چی شد؟ آمد. و دیگه چی کار میکنم؟ اگر تصویر دومی را به نام لوگو و دات جی پی جی را اگر اینزرت کنم بازم مجبور هستم که من در قسمت نوشته کنم که IMG src مساوی دبل کوت، در قسمت باید نوشته کنم پیکچرز، در قسمت باید نوشته کنم ایمیج، در قسمت باید نوشته کنم لوگو و دات جی پی جی و ایرا بسته کنم کنترل اس و رفته رفرش کنم. ببینین اون تصویر دیگه ما هم در قسمت چی شد؟ اینزرت شد. ولی چه کار کنیم که باید اینمی پتا ما هر بار ضرورت نشه که نوشته کنیم، به خاطر که میشه در داخل فولدر ما صدا تصویر باشه، هزارا تصویر باشه که ضرورت شه ما باید اون رو اینزرت کنیم، ولی ضرورت نشه که هر بار پت از رو ذکر کنیم. درست است؟ پس در این صورت ما از چی استفاده میکنیم؟ از بیس المنت یا از بیس تگ استفاده میکنیم. درست است؟ چه شکل استفاده میشه؟ فقط شما در قسمت اومدن نوشته میکنیم که بیس قوس شروع بیس و در داخل ای بیس شما چی میکنین؟ href نوشته میکنین و در داخل اینمی href آدرس از اون میتین، مثل چی؟ pictures/images/. درست است؟ اینا اگر ما بخوایم که یک تصویر اگر insert کنم تنها نوشته میکنیم که img src مساوی دبل کد نوشته میکنیم logo.jpg control-s refresh. ببینین تصویر هنوز هم هست. اگر ما بخوایم که تصویر بعدی را اگر اینزرت کنم img src مساوی دبل کد logo1.jpg او آدرس پته از بالا از تگ بیس استفاده میکنه. البته ببینین او تصویر دیگر هم در قسمت پایین شد اینزرت شد، ولی اگر اینمی پت نباشه، اگر اینمی پت نباشه ببینین برای ما تصویر نشان نمیده، به خاطر که ما قبلا پت در قسمت چی کردیم؟ ذکر کردیم که با استفاده از امو پت یا از امو آدرس تصاویرهای ما را چی میکنه؟ پیدا میکنه. آرزو دارم که بیس اهمیت گرفته باشین و تمام مثالاش در قسمت پایین هست. اگر شما میخواین که به شکل تیوری بیشتر بخونین پس شما بیاین در وبسایت جاوا تی پوینت و امی درسی که امروز ما خواندیم در قسمت برای شما نمایش میتم در قسمت به نام HTML هید که البته درس هفدهم ما است، شما میتونید که بیاین در قسمت ببینین و بیشتر تیوریش بخونین و خوبتر یاد بگیرین. من برای شما یک مثال پرکتیکال کار کردم چون که موضوع اصلی و اساسی ما وابسته به پرکتیکال عملیش است. اول عملیش یاد داشته باشیم، تیوریش حتما یاد می داشته باشیم. پس این بود درس هفدهم ما. آرزو دارم که یاد گرفته باشین. فراموشتان نشود که کانال فراهدف سابسکرایب کنین و همراه با دوستانتان دروس ما را شریک بسازین تا او هم بیاموزن. پس وقتتان خوش، الله نگهدارتان. انشالله می بینیم به درس آینده. وقتتان خوش، الله نگهدارتان.